سلام دوستان، امروز میخوام یه گیم فوق‌العاده جذاب و اعتیاد آور رو براتون معرفی کنم که قبلا باهاش آشنا هستید یا حداقل اسمش رو شنیدین. اسم این بازی کال آف دیوتیه که یه بازی گروهی آنلاینه و میشه با موبایل و پی سی، ایکس باکس و پی اس 4 بازی کرد. یه ویژگی منحصر به فرد این بازی کیفیت گرافیک و صدای بالاشه که مطمئنم براتون جالبه و واقعا عاشقش میشیم. اگه از طرفدارای بازی‌های اکشن و یا اصطلاحاً اسلحه‌ای هستین با من همراه باشین. ضمناً سابسکرایب لایک فراموش نشه تا بتونیم ویدیوهای بعدی که براتون میذارم رو تماشا کنین. متشکرم. خب بریم که داشته باشیم این بازی جذاب. من این بازی رو از تو گوشی میفرستم توی صفحه لپتاپم برای اینکه بتونی شما هم بازی ببینید. خب این بازی جذاب رو اجراش کنم. به علت اینکه من از گوشی فرستادم توی لپتاپ کیفیتش یه خورده پایین اومده، چون با هات اسپات فرستادم کیفیتش پایین اومده، ولی در کل اگه تو گوشی بازی کنیم واقعا متوجه میشیم کیفیت بازی خیلی بالاه. کیفیت صدا، کیفیت تصویر خیلی بالاه. ما اینجا گزینه های دیگه داریم. مثلا اگه دقت کنین من برای شما چیزو بیارم، اگه موس منو ببینی، این گوشه تو آپدیت جدید کال آف دیوتی یه کلوپی تازگی اومده. این افکت خود کال آف دیوتیه، یه کلوپی تازه اومده که خود مثلا من نوعی میرم تو این کلوپه هر کاری دلم بخواد میکنم. مثلا با فرندایی که اد کردم توی کلافم چه میدونم بازی های دوستانه میکنیم، میشینیم مثلا با دستگاه عادی بازی. الان میارم خودتون ببینیم میکنیم. خیلی لذت بخشه این قسمتش که تازه اومده، انگار مثلا یه زندگی واقعی داری میکنیم. این دوستای منن، اینا هستن دوستای من. این دوست منه، مثلا اینجا تفنگ گرفته، تفنگای مثلا رنگی رنگی توپای رنگی پرتاب میکنم، مثلا اینو دارم میرخصم، مثلا یه حس خاص جداگونه خودشو داره. مثلا بازیش یه بازیش اینه، مثلا وقتی میشینی یه دونه چاقو میده بهت و لای انگشتات بزنه و انگشتات نخوره. بعد تون میشه، سخت میشه. ما سریع برم سر اصل مطلب و بازی که میخوام واقعا بهتون نشون بدم چه بازی جالبیه برای اونایی که احتمالا کال آف دیوتی کامل بازی نکرده و ندیدنش. ببین اینجا سه تا قسمت داره، با موس براتون نشون میدم سه تا قسمتش. این قسمتی که این بالا قرمز و آبی داره خودم میزنم روش که خودتون متوجه بشین. ببین از این قسمت از سلکت مودش میتونیم بریم مدل بازی رو عوض کنیم. من الان چون چیزم بالا نیست، چی میگم بهش، لول هم خیلی بالا نیست، نمیتونم مثلا اینا رو باز کنم، ولی خب میتونیم مودش انتخاب کنیم. الان تو این قسمت به شما نشون میدم، تو این قسمت میخوام به شما نشون بدم. تو این قسمت مدل های مختلف دارم. مثلا تو این مدل
یه گروه، دو تا گروه 5 نفره هم. دوست و یکی دشمن، هر دوتا دشمن هم دیگه، و کلا به 5 نفر تقسیم شده هر گروه که تا 50 نفر هر گروهی بکشه اون رقیبشو برنده میشه. یا مثلا این ABC که نوشته یه زمین میده، به داخل زمینش 3 تا نقطه ABC داره، باید گروه ها برن اونجا، اون توی اون محوطه که مثلا دایره ماننده تو اون محوطه وایستن و یه چیز مثلا دایره رو آبی کنن، رنگ تیمشون رو عوض کنن، امتیاز بگیرن. حالا مدل های مختلف داره، انشالله بازی که خودتون نصب کردین متوجه میشین، خیلی جالبه. حالا من مدل اولش برای شما باز میکنم ببینیم چجوریه. اول منتظر میمونه بالا نوشته waiting for، منتظر یه نفر بودیم که بیاد. من اینجا مدل های مختلف اسلحه رو چیدم، حالا اونو بهتون نشون میدم از کجا اسلحه رو چیدم. گوین از 1 تا 9 شماره داره، من ششمی رو میزنم بعد بهتون میگم چرا اینو زدم. Enemy contact. دیگه براتون توضیح بدم. با این صفحه لمسی که میبینین راه میره، بر اون بر میره، جهتش رو تغییر میده، جهتش تغییر نمیده، راه میره. اگه دقیقا این نقطه بدونین که دکمه رو فشار بدی از سمت راست صفحه انگشتتو بچرخونی جهتتو تغییر میده. با این دکمه تیر میزنه، با این دکمه تیر میزنه، با این نشونه میگیره، فقط نشونه میگیره، با این میپره، با این میشینه. همینو اگه زیاد نگه داری دراز میکشه، دیدی دراز میکشه، خیلی جالبه. آره بزنم. آره اینطوری بلند میشه. ببینید از اینجا من مود این قسمت اسلحه هاشو تغییر دادم، یه طرفش اسلحه هست، یه طرفش درست کردم بمب باشه، خمپاره باشه. بعد این قسمتش هم اگه دقت کنین تو ذهنتون داشته باشین، یه تیکش اسلحه است. تو وقتی یه آدمو میکشی یه سری امتیاز میگیری، امتیاز که بگیری این زرد رنگ تا آخر پر میشه. این خط زرد رنگ تا آخر پر شد میتونی اینا رو انتخاب کنی. این یه نوع اسلحه است که اسلحه میذاری مثل ربات میذاری بقیه رو میکشه. این یه نوع هواپیمای هلیکوپتره که وقتی بالا میذاری خودش از آسمون تیر میزنه، بم میندازه، دشمناتو میکشه. یا مثلا این یه نقشه میده، جالبه، خیلی جالبه، یه صفحه لپتاپ باز میکنه، یه سری نقشه مانم بهت میده دقیقا جایی که دشمنت هست، بم میندازی، بمبارونش میکنه. بعد مثلا همین کاری که الان کرد، همین کاری که این کرد دقیقا این سومی بمب بود. حالا اینو باید بکشمش. نظرتون با بمب بکشیم یا اینطوری؟ امتیاز میگیری، یه سری امتیاز میگیری، چون یه ذره پر شدین، کامل که پر بشه میتونی از امکانات دیگه استفاده کنی. کشتمش، خیلی جذاب بازیش. خودتون که وقتی گوشی تو دستتون میگیریم واقعا یه حس بی‌نظیری میده. Changing mag.
این بمبه پر شد. حالا بمبه رو به شما نشون میدم چجوریه. برم یه جا که کسی منو نزنه، مثلا اینجا، مثلا اینجا میشینم که مثلا اگرم آدم از اینجا رد شد منو نبینن. این بمبه رو میزنم، یه صفحه لپتاپ باز میشه، یه صفحه لپتاپ باز میشه، مثلا اینجا هدف میگیرم، قشنگ خلاصشون کرد. خلاص شده اینا. ریلودینگ، کاور می. خب از اینجا دقت کنید، الان اینو وسط آورد، این همینجا ولش کنی. Contact with enemy. دیدی؟ دارم میزنم. بذاریم که من بگم خودش هدف میگیره و دشمن رو میزنه. باز قابلیت دیگهش اینطوریه که هلیکوپتره رو وقتی میزنی میگه دشمن کجاست، تو همون نقطه انگوش رو بزنی هلیکوپتره میره دقیقا همونجا رها میشه و دشمنات از بین میبره. خیلی جالبه. من قصدم بازی کردن نیست، وگرنه واقعا الان حواس کردم اینقدر اینو بازی کنم که سیر بشم. میرم بیرون بهتون اون چیزایی که گفتم چجوری اسلحه انتخاب کنی یا آپدیت کنی نشون بدم تا بتونین پیشرفت درستی داشته باشین توی بازی. خب ببینیم وقتی تا اینجا میاد این لدوت نوشته گزینه پایین، بذار من دوباره بیام عقب. لدوت اینجا رو میزنی، بعد یادتون گفتم از 1 تا 9 هست عدد هست، اون مثلا مود اسلحهات رو تغییر میده، میتونی مثلا انتخاب کنی تو شماره 1 چه اسلحه واسط بیاد و مثلا من تنظیم کردم توی شماره 1 این اسلحه واسم بیاد، بعد میتونم تغییرش بدم از اینجا اسلحه های دیگه انتخاب کنم، یا مثلا میتونم هر اسلحه دارم بخواد میتونم مثلا میتونم از این اسلحه بذارم یا اسنایپر بذارم یا اسلحه دیگه بذارم. قابلیت دیگه اینه که میتونی آپدیتش کنی، یعنی از اینجا وقتی که برنده میشه توی مرحله یه سری پول بهت میده. خب پولو میتونی توی آپدیت این خرج کنی، آپدیتش کنی، مثلا میتونی لیزرش آپدیت کنی که دقیق تر لیزرش بگیره، یا مثلا میتونی پشتش آپدیت کنی که اسلحه قشنگتر بمونه تا بتونی دقیق تر هدف بگیری. همینا تو بهتر شدن عمل کرده تو تیراندازی مهمه. خب من در مورد نصب این بازی هم به چیزایی بهتون بگم، اینکه شما این بازی رو اصلا لازم نیست برین فایل دیتا، چون فایل دیتا داره دیگه 2 گیگ حجم فایل دیتاشه، لازم نیست برین از اینترنت جداگونه دانلود کنین، شما راحت میتونین با استفاده از نرم افزار بازار این بازی رو دانلود کنین، نصب کنین و ازش لذت ببرین. من اینجا بهتون میگم چجوری دانلود کنین، کاری نداره ولی خب برای کسایی که میخوان بدونن بهشون میگم. بازار رو باز میکنیم، فقط کافیه که بنویسیم Call of Duty موبایل. خودش Call of Duty برات میاره، یه آبی رنگه، کادر آبی رنگه رو باید بزنی، لوگوی آبی، بقیه رو نزنیم چون Call of Duty اصلی نیست. اینو باز میکنیم که حجمش 2 گیگابایته و نصب فعالش هم 500,000 تا نصب فعال دارم. امیدوارم از بازی لذت ببرید. خب دوستان خیلی خوشحال شدم که ویدیوی منو نگاه کردین. ایشالله تو هر جای زندگیتون هستی موفق باشین. ضمناً لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدرود، خدا نگهدار.